خب از جلسه پنجم دوستان 7 تا لغت مونده که امروز میخوام براتون توضیح بدم. قبل از هر چیز خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، اگه از ویدیوها خوشتون اومده نظری دارین حتما توی کامنت ها بنویسین و لایک کنین و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. خب واژه‌ای که اولین واژه‌ای که داریم امروز لغت گیم هست. میدونم همتون هم میدونین گیم به معنای بازی، یه واژه ساده ایه، a video game، بازی کامپیوتری. مثلا میگیم قوانین بازی چیه؟ What are the rules of the game؟ قوانین بازی چیه؟ یا مثلا بیا شطرنج بازی کنیم، Let's play a game of chess. ولی یک جای اصطلاحی داریم تو انگلیسی، I'm game. موقعیه که مثلا شما به دوستتون میگه آره من پایم، بریم فلانجا. دوستت بهتون میگه که پایه امشب بریم، که امشب بریم سینما، و شما میگین I'm game. سلنگ هستش به معنای من پایم، و تو امریکا استفاده شما وقتی میگیم سلنگ مربوط به واژه‌های محاوره‌ای هست که مربوط به یک جای خاصه. ممکنه یک سلنگ مربوط به فقط توی کشور آمریکا استفاده بشه، ممکنه یک سلنگ فقط در یک ایالت استفاده بشه. شما خودتون ببینید مثلا چقدر ما سلنگ داریم که توی تهران استفاده میشه، شهرهای دیگه استفاده نمیشه. یا ممکنه یک سلنگ فقط تو جنوب ایران استفاده میشه، مثلا کسایی که تو تهرانن اصلا تا حالا نشنیدن. این واژه‌های اینفورمالی که مربوط به یک ناحیه، شهر یا کشور خاص هست و فقط اونجا استفاده میشه رو ما میگیم سلنگ. گیم هم همینه. یعنی تو امریکا وقتی شما میگین I'm game یعنی من پایم. ممکنه تو بریتانیا به این افعال بگین اصلا طرف متوجه نشه. اوکی. خب این واژه اول، بریم لغت بعدی رو کار کنیم. خب واژه بعدی ما لغت heart هست. heart به معنای قلب. خیلی ساده است. اولی که یادتون باشه هرت نگیم یه دفعه، هارت. حالا میخواییم معناهای دیگرش رو کار کنیم. یه جا هست میگیم که آقا تمرین منظم خیلی برای قلب تو خوبه، regular exercise is good for the heart، برای قلب خوبه تمرین منظم. ضربان قلب فعلش میشه، یعنی قلبش تون تون میزد، از بیت استفاده میکنیم. heart beat میشه ضربان قلب. His heart was beating، قلبش تون تون میزد. Was beating faster، his heart was beating faster. یه جا هست حالا ما برای heart race رو میاریم. race که اصلا یه معنی دیگه داره، با heart چه ربطی داره؟ وقتی قلب یه نفر خیلی خیلی تون داره میزنه. okay. My heart raced as we flew over the canyon. در نظر بگیرین گراند کانیون آمریکا رو دیدین، فلات های خیلی بزرگ، و شما سوار مثلا حالا از این هواپیمای کوچیکین و دارین بر فراز اون کانیون میرین و قلبتون داره از هیجان و یکم هم ترس خیلی تونتون میزنه. My heart raced. پس اگه ما ریس رو بر heart بیاریم، موقعی هستش که از هیجان یا ترس قلبتون داره تونتون میزنه. مشکل قلبی میشه heart trouble. He has had heart trouble for years. یعنی سالهای سالی که مشکل قلبی داره. حالا heart رو ما میتونیم برای احساسات بیاریم. مثلا یه نفر، ما وقتی میگیم speak from heart یعنی از ته دل صحبت کردن. مثلا Leonard was clearly speaking from the heart. یعنی لئونارد واقعا داشت از ته دلش صحبت میکرد، خیلی با احساس و از ته دلش. Break someone's heart یعنی دل کسی رو شکوندن، کسی رو ناراحت کردن. It would break his heart to move out of his own home. یعنی اینکه از خونه خودش بره بیرون واقعا قلبش رو خدشه‌دار میکنه، قلبش رو میشکنه، یعنی دلش رو میشکنه. بعضی وقتایی شما یه فیلم رو میبینین و نظر احساسی خیلی دردناکه و از عبارت touch my heart استفاده میکنین. یعنی چی؟ مثلا the movie really touched my heart، یعنی اون فیلم واقعا قلب منو جریحه دار کرد، یعنی خیلی منو تحت تاثیر قرار داد از نظر احساسی. مثلا فیلم خیلی دراماتیک بوده احتمالا و یکم هم گریه دار بوده و اون طرف گفته که touched my heart، یعنی قلبم رو خیلی منو تحت تاثیر قرار دادن نظر احساسی. پس touch someone's heart این معنا رو میده. بریم لغت بعدی رو کار کنیم. خب دوستان واژه بعدی ما increase،
یا increase کدوم درسته؟ هر دوتا درسته. ببینید دوستان، تلفظ اسم و فعل این واژه فرق داره. اول اینکه increase نیستش، هر دوتا اسم و فعل سه هست. اسمش میشه increase، فعلش میشه increase، استرسش فرق داره. پس روی اسم استرس بر روی سیلاب اوله، increase increase، این میشه فعل. مثلا the company، حالا اصلا یعنی چی؟ یعنی افزایش یافتن، افزایش پیدا کردن. increase هم میشه افزایش. the company has increased its workforce by 10%، یعنی 10% اون شرکت نیروی کارش رو افزایش داده. The company has increased its workforce by 10%. Sales have increased by 7% in the past 6 months. یعنی توی 6 ماه اخیر فروش 7% افزایش داشته. حالا ما به عنوان اسم اگه بخوایم بگیم مثلا افزایش حقوق، میگیم wage increase. Wage increase. دقت میکنین سیلاب اول استرس ما. An increase یعنی افزایش توی چی؟ In housing prices، در قیمت مسکن. An increase in housing prices. خب این هم تفاوت در واقع اسم و فعل واژه increase و increase. بریم لغت بعدی رو کار کنیم. خب لغت life، life رو قطعا میدونیم به معنای زندگی هستش. life مثلا my mother worked all her life، یعنی تمام کل زندگیش رو مادر من کار کرد. my mother worked all her life. مثلا میگیم بهترین روز زندگی من، this is one of the happiest days of my life. day of my life، روز زندگی. days of my life، روزهای زندگی. one of the days of my life، one of the happiest days of my life، یکی از خوشحالترین در واقع شادترین روزهای زندگیم بود. ما یه عبارت داریم تو انگلیسی for life. for life یعنی تا آخر عمر، برای همیشه، یعنی از الان تا آخر عمر. the accident left him crippled. crippled به معنای معلول هست، یک نفری که حالا یه قطع عضو میشه، معلول میشه. the accident left him crippled for life، یعنی اون تصادف باعث شد که تا آخر عمرش معلول بشه. پس for life به معنی تا آخر عمر هستش. a heart transplant یعنی پیوند قلب. a heart transplant could save his life. save someone's life یعنی جون کسی رو نجات دادن. life همش به معنی زندگی نیست، به معنی جونم هست، جونش رو نجات داد. it saved my life یعنی جون منو نجات داد. over 2000 Americans lost their lives in the attack، یعنی توی اون حمله بیشتر از 2000 آمریکایی جونشون رو از دست دادن. پس save someone's life یعنی جون کسی رو نجات دادن، lose one's life یعنی مردن. my father was in hospital fighting for his life، حالا یه نفر توی بیمارستانه و برای بقای عمرش، برای زنده موندن داره میجنگه. fight for life، he was fighting for his life یعنی برای زنده موندن داشت میجنگید. married life isn't everything as expected، حالا یه جا هست ما میگیم زندگی متأهلی، زندگی مجردی. married life میشه زندگی متأهلی. married life isn't everything we expected، همه اون چیزی نیستش که ما انتظارش رو داشتیم. پس میتونه به این معنا هم استفاده بشه life. خب بریم لغت بعدی رو دوستان کار کنیم. خب واژه بعدی ما لغت often هست. often توی حالا بریتیش ها often تی رو هم تلفظ میکنن، امریکن ها میگن often. often یعنی اغلب، اغلب مواقع. توی زمان حال ساده خیلی زیاد استفاده میشه. مثلا she often works on weekends، اغلب آخر هفته ها کار میکنه. بعد از فاعل و قبل از فعل میاد، این رو میدونین جزء قیدهای تکرار هست. مثلا if you wash your hair too often، too often حالا اگه ما یه too بیاریم به معنی خیلی زیاد هست، تعداد دفعات زیاد. if you wash your hair too often it can get very dry، خیلی خشک میشه اگه موهاتو خیلی زیاد بشوری.
یه هاوافن داریم تو انگلیسی به معنی این که چند وقت یک بار، چند وقت یک بار مثلا رستوران میری، چند وقت یک بار میری کتابخونه درس بخونی، چند وقت یک بار فلان کار انجام میدی، چند وقت یک بار با دوستات میری بیرون. How often و توی زمان حال ساده استفاده میشه. How often do you go out to dinner؟ چند وقت یک بار شام میری بیرون. یا مثلا میگیم سردرد معمولا دلیل اصلیش استرس هستش. Headaches are often caused by stress. یعنی اغلب دلیلش به خاطر استرس هستش. خب اینم از واژه often. بریم لغت بعدی رو دوستان کار کنیم. خب واژه بعدی ما plenty هست. Plenty به معنای یک چیزی که کافی باشه و بیشتر از اون چیزی که مورد نیاز باشه وجود داشته باشه. مثلا در نظر بگید 10 نفر جمع شدن، یک کیک 3 کیلویی هستش و خب طبیعتا 3 کیلو کیک برای شاید 20 نفر باشه و بیشتر از اون چیزی که مورد نیازه وجود داره. این رو ما از plenty استفاده میکنیم. مثلا there's plenty to do and see in New York. یعنی خیلی کار هست، خیلی سری تنوعی هستش که توی نیویورک انجام بدیم و ببینیم. there's plenty. plenty هم میگن خیلی امریکن اگه بخوایم بگیم و سریع بگیم. there's plenty to do and see in New York. یا مثلا در نظر بگیم رفتین مهمونی و میزبان به شما میگه more dessert، آیا دسر بیشتر میل دارین؟ و شما میگه no thanks I've had plenty، یعنی به اندازه کافی خوردم. I've had plenty یعنی بیشتر از اون چیزی هم که اصلا باید میخوردم خوردم، زیاد مثلا دسر خوردم. این هم یکی از معانی plenty هستش. خب و واژه آخر ما لغت wait هستش که بریم هم کار کنیم. خب لغت wait کلی اصطلاح داره، کلی کاربرد داره که من مهمتریناش رو میخوام بهتون بگم. weight که میدونید میشه وزن، وزن هر چیزی. مثلا the average weight of a baby at birth is just over 7 pounds. یعنی وزن میانگین وزنی بچه وقتی به دنیا میاد at birth، موقعی که به دنیا میاد، یکم بیشتر از 7 pounds. It's over 7 pounds. یا مثلا میگیم یک چیزی به اندازه کافی محکم باشه که بتونه وزن ما رو تحمل کنه، okay، یا وزن هر چیزی رو تحمل کنه. The cable is strong enough، یعنی اون کابل به اندازه کافی قوی هست. To hold the weight، hold the weight of an elephant، یعنی اون کابل به اندازه کافی قوی هستش که بتونه وزن فیل رو تحمل کنه. پس hold the weight of something، بتونه وزن یک چیز رو یک چیز دیگه تحمل کنه. یه نفر نگران وزنشه، مثلا she's always worried about her weight، یعنی همیشه نگران وزنشه. حالا وزن اضافی کردن ما هم میتونیم از put on استفاده کنیم، هم weight یعنی 10 kilos وزن اضافی کردم. مثلا جان اخیراً کلی وزن اضافی کرده، کلی وزنش رفته بالا. John's put on a lot of weight recently. یعنی اخیراً جان کلی وزنش رفته بالا. حالا lose weight میشه وزن کم کردن. پس put on یا gain weight میشه وزن اضافی کردن، چاقتر شدن. lose weight لاغر شدن، وزن کم کردن. مثلا have you lost weight؟ وزن کم کردی؟ یه جا هست به یه نفر میگه watch your weight، یعنی چی؟ یعنی حواست به وزنت باشه که یه دفعه وزنت نره بالا. exercise and watch your weight، تمرین کن و حواست به وزنت هم باشه. weight problem بچه ها مشکل وزنی میشه اگه تحت لفظی بگیم، ولی به معنای چاقیه. یعنی نفری که در واقع خیلی چاق باشه، ما وقتی میگیم weight problem یکی داره یعنی خیلی چاقه. مثلا for years، برای سالیان سال، Gary has had a weight problem، یعنی مشکل وزنی داشته، یعنی بیش از حد چاق بوده. heavy weight بچه ها هر چیزی که خیلی سنگین هم باشه میتونه استفاده بشه، هر چیزی که خیلی خیلی سنگین باشه. مثلا I can't lift heavy weights because of my bad back، به خاطر مشکل کمری که دارم نمیتونم وزن خیلی سنگین رو بردارم. I can't lift heavy weights
حالا وزنم ویت معنی میده یا هر چیز خیلی خیلی سنگین رو میتونیم ما از ویت استفاده کنیم. یه اصطلاح داریم، دیدین مثلا یه کاری رو انجام میدین، میگین بار سنگینی رو از رو دوشم خالی کردم. این رو دقیقا ما تو انگلیسی داریم، میگیم a weight off my mind your shoulders، یعنی بار خیلی زیادی سنگینی رو از رو ذهنم پاک کردم برداشتم، یا از رو دوشم، همون شولدر رو هم تو انگلیسی میگن. مثلا selling the house، فروش اون خونه، was a great weight of my mind، یعنی کلی بار سنگین از رو ذهنم پاک کرد، یا از رو دوشم برداشت. اوکی؟ پس ما این اصطلاح رو هم در انگلیسی داریم. خب این هم از واژه‌های این درس، برای درس پنجم که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.